بینندگان گرامی، در نام عیسی مسیح خداوند از صمیم قلب خدمت شما همراهان گرامی سلام عرض می‌کنیم. خوش اومدید به درسی دیگه در سلسله درس‌هایی که تحت عنوان کلیسای تحت جفا، این سری دوم درس‌ها برای شما تهیه شده. اجازه بدید جلسه امروز رو با این آیه از کلام زنده خدا شروع کنیم. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت می کند. این جلسه جلسه دهم هست در این سری درس ها و موضوعی رو که مطالعه خواهیم کرد در این جلسه و جلسه آینده این هست که دید و نگرش شخصی به اسم پولس رسول نسبت به جفاهایی که بر او وارد شد چه بود. در این جلسه چند مورد رو بررسی خواهیم کرد و بقیه مطالب رو هفته آینده. و چنان که میبینید برادر عزیز ما جناب کشیش ادوارد و سپیان مهر مسئول تهیه و تنظیم این درس ها باز هم کنار ما هستن و ما با شادمانی، با شکرگزاری دل خودمون رو میسپاریم به خدای زنده ما تا از این برادر برکتی رو که خدا برای ما داره امروز ما به دست بگیریم. خیلی خوش اومدید برادر ادوارد عزیز و مشتاقانه حاضریم کلام رو با هم مطالعه کنیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و همینطور جناب عالی و خیلی ممنونم از خوش آمدگوییتون. خوشحالم که ما داریم میرسیم به مردی که مقدار جفایی که رسونده بود حالا ده ها برابر بیشتر بر سر خودش داره میاد. بله بله. هرچی کاشته بود درو میکنه. ولی اون رویه ایشون و نگرش و دید الهی ایشون نسبت به جفاها، جفا دهندگان و برخوردی که با جفا داشت کمک میکرد که ایشون بتونه مقابله خوبی بکنه و غالب بشه بر این مسائل و مشکلات. خیلی مهم دید و نگرش. بله. ما چگونه به مسائل نگاه میکنیم و پولس سعی میکرد که با دید الهی نگاه کنه. من معتقدم، یه جمله‌ای دارم که برای خودم همیشه اینو میگم، که اگه ما با دید خدا به یه موضوعی نگاه کنیم مثل خدا نیست فکر میکنیم. آمین. بعد وقتی مثل خدا فکر کنیم مثل خدا هم سخن میگیم. یعنی دهان خدا خواهیم بود. وقتی مثل خدا سخن بگیم در نتیجه مثل خدا هم عمل میکنیم. ولی ریشه‌اش اینه که ما مانند خدا نگاه کنیم. میگن یک شخصی برای پدرش نامه نوشته بود که خیلی از زندگی گله‌ای و شکایت کرده بود، خیلی ناامید بود و خیلی چیزای تلخ نوشته بود. صفحات زیاد پر شده بود این نامه او و پدر فقط دو جمله می نویسته در جواب او. میگه پسرم، دو نفر در زندان بودن، یکی از پنجره نگاه میکنه ماه و ستارگان و آسمان آبی رو میبینه، نفر دوم به پایین نگاه میکنه گل و لای و حشرات و لجن رو میبینه. نامش تموم میشه. از یک پنجره میشه دو تا دیدگاه رو دید. بله. بعضیا به من میگن که کار خدا در ایران چطوریه؟ من همیشه چیزای مثبت و عالی دارم برای تعریف کردن. و خب اینا میگن ما از خیلی ها میپرسیم، خیلی افتضاح تعریف میکنن، میگن همه چیز تعطیل شده، کلیساها بسته شده، مسیحیت نابود شده. چجوریه، شما راست میگید یا اونا؟ من میگم هر دوی ما. میگه آخه چطور ممکنه؟ میگم خب هر کس با دیدی که داره به موضوع نگاه. بله، میکنه. بله. بستگی داره این که با چه نگرشی به موضوع. بله. نگاه میکنیم. بله. حالا در صورت پولس با نگرش الهی به جفا نگاه میکرد و اولین تأثیر آن چی بود؟ ما میبینیم که پولس به هیچ وجه تسلیم شرایط جفا و خواسته جفا دهندگانش نمیشه، بلکه با استقامت و پشتکاری، یه پشتکاری بسیار جدی،
آن خدمتی رو که خدا بهش سپرده دنبال میکنه. واقعا خیلی عجیبه تو زندگی پولس و من وقتی عمیق این هفته های گذشته کتاب اعمال رسولان را که در حقیقت کتاب مورد بررسی ما بوده در این هفته های گذشته بررسی میکردم، یه مقدار دلم به حال این مرد خدا سوخت که هر جا میرفت، هر شهری میرفت، حتی شهرهای دوردست خارج از یهودی هم میرفت، این دشمنان او مثل اینکه آدمایی داشتن به پا که خبر میدادن که پولس اینجا هم اومده، بلافاصله اینا سر و کلهشون پیدا میشد و اونجا مزاحمت ایجاد میکردند و ایجاد بدبینی میکردند و سعی میکردن به هم بزنن. بله. هرچند موفق نمیشدند، البته موفق میشدند به ظاهر کارایی بکنن، ولی موفق نمیشدند که پولس را از اون تصمیمش منحرف کنن. همیشه اینا بودن، یعنی در زندگی پولس دشمنان مرتب حضور داشتن با همه توطئه. البته خودش در اول قرنتیان 16:9 یه چیزی میگه، لطفا بخونید اینو. اول قرنتیان باب 16:9: زیرا که دروازه بزرگ و کارساز برای من باز شد و معاندین بسیارند. دقت میکنید؟ همیشه هر جای پولس میرفت یه دروازه بزرگی خدا براش باز میکرد برای خدمت، ولی معاندین هم بسیار بودن. یعنی هر دور هم داشت، هر دور هم بسیار کار خدا باز بود، هم بسیار دشمنان عمل میکردن. ولی آنچه که برای پولس جالب بود، یعنی برای ما در زندگی او جالبه، اینه که این معاندین نمیتونستن مانع اون دروازه بزرگ بشن. یعنی نمیتونستن این دید و رویای پولس رو از او بگیرن و هر دری را میبستن پولس یه در دیگه ای را باز میکرد. پس خدمت انجیل ضایع نمیشد. نمیشد. یعنی این نشون میده که هیچ وقت کار خدا برای یک خادم خدا به بنبست منتهی نمیشه. خدا را شکر. واقعا برای اینکه هیچ کس نمیتونه روح القدس را متوقف کنه، هیچ کس نمیتونه عیسی مسیح را زندان بندازه، هیچ کس نمیتونه کار خدا رو خراب کنه و کلیسای عیسی مسیح رو که روی صخره بنا شده برش مستولی بشه، و هیچ کس نمیتونه، یک جای دیگه پولس رسول میگه انجیل عیسی مسیح رو ببنده. بله. یعنی اینا قابل بستن و قابل کنترل نیستن. پس برابر این دشمنان هر کاری میخوان بکنن، جلوی کار خدا رو چطور میخوان بگیرن؟ عیسی مسیح خودشو در خوابها، در رویاها، در مکاشفات به صورت مستقیم نشون میده، به صورت شفاها، معجزات. یعنی چطوری میشه؟ حالا تکنولوژی، حالا کار خدا رو بذاریم یک طرف که مستقیما عمل میکنه، جلوی تکنولوژی فعلی رو چطور میتونن بگیرن؟ دیگه الان هر کاری هم بکنن مردم از طریق اینترنت میتونن پیام انجیل رو خیلی خوب بشنون. بله بله. خیلی یعنی من 30-40 سال پیش میگفتن مسیح به زودی میاد، ولی نصف بیشتر دنیا هنوز انجیل رو نشنیده. مسیح گفته باید همه بشنون تا من بیام. بله. من میگفتم پس حالا نمیاد. ولی الان آیا واقعا میشه گفت کسی نمیتونه بشنوه؟ به راحتی دسترسی دارن. با این همه امکانات تکنولوژی که هر روزم مدرن‌تر میشه. بله بله. چقدر رو دارن میشنون؟ پس بنابراین این پنبه رو از گوششون بیرون کنن، اون کسانی که فکر میکنن مردم رو میتونن خفه کنن یا کر کنن، کور کنن و مخفی کنن. همینطور که متاسفانه چیزای بد رو نمیتونن از بین ببرند، پیام قدرتمند انجیل رو هم کسی نمیتونه از بین ببره. آمین آمین آمین. حالا پولسی که مخالفت ها دید، بله، چه عکس العملی نشون داد در قبال این مخالفت ها؟ چه کارهایی کرد؟ ببینید که شالبرت پولس رسول هر شهری که میرفت اون دشمنان میومدن سراغش. از همون شروع
باب 9 اعمال رسولان که ایشون ایمان آورد و بعد از باب 13 که مأموریتش رو شروع کرد همراه برنابا، گاهی وقتا مجبور میشد که به خاطر مخالفت ها و ممانعت هایی که به وجود می آوردن و مردم را بر علیه او قیام می دادند از اون شهر بره. عیسی مسیح هم گفت اگه شهری بر شما جفا می کنند می تونید شهر دیگه برید، ولی خدمتتون رو ادامه بدید. ولی منظوری نبود که اون شهر رو ول کنید یا خدمت رو متوقف کنید. حالا برای اینکه اون آشوب بخوابه شما برید یک شهر دیگه، بعد یک روش دیگه انتخاب کنید برای برگشت به اون شهر دوم. پولس این کار رو میکرد. جالب این چیز رو که گفتید منو یاد شهادتی میندازه که برادر عزیزی برای من تعریف کرد و گفت که خدمت انجیل مواجه شد با مخالفت‌های بسیاری و دعا کرد خداوند به من بگو، با من حرف بزن، من چیکار باید بکنم؟ آیا من باید ساکت بشم؟ آیا من باید خدمت رو تعطیل کنم به خاطر این مخالفت ها؟ و خدا از درون کلام باش صحبت کرده بود از طریق زندگی اسحاق که میره چاه میزنه، ولی اون همسایه ها و دشمنان برای ضدیتی که داشتن میان چاه ها رو پر میکنن، پر سنگ، و اسحاق به جای اینکه بیاد دشمنی کنه، جنگی شروع کنه، میره یه جا دیگه یه چاه دیگه میزنه. بله. اونو پر میکنن، میره یه جا دیگه یه چاه دیگه میزنه. بله. دقیقا همین چیزی که شما گفتید. بله. در دیگه شاید باشه، اون بغل روش دیگه. بله. ولی خدمت تعطیل نمیشه. بله. گر خدا به حکمت ببندد دری، در رحمت گشاید در دیگری. واقعا مثلا یک نمونه خیلی زنده‌ای که ما اینجا میبینیم اینه که در اعمال رسولان باب 14 پولس رو سنگسار میکنن در شهر لستره، و پولس به طرز معجزه‌آسا بلند میشه، احتمالا مرده بود و خدا زندش میکنه. بله. و به شهر دیگه این میره، در شهر دربه فردای روز بعد. بله. اونجا خدمت رو انجام میده، بعد از مدت کوتاهی دوباره برمیگرده به همون شهر لستره و شاگردان رو تقویت میکنه، بهشون میگه با مصیبت‌های بسیار هم باید وارد ملکوت خدا شد، و تازه در هر شهری هم کشیشان تعیین میکرد که بتونن خدمت را در غیاب او دنبال کنن در کنار همه مشکلات. بله، در کنار همه مشکلات، یعنی از پا نمی نشست. پولس واقعا به قول ما ایرانیان میگن سنگ پای قزوین بود که دیگه مقاوم. در حزقیال میگه روی تو را مثل سنگ خارا میسازم. میدونید؟ یا در کتاب اشعیا میگه کیست مثل خادم من که کر باشد، مثل غلام من که کور باشد، مثل بنده من که لال باشد. یعنی پولس کاری نداشت به اینکه دیگران حالا چی میگن، مخالفین و معاندین چه دیدی میخوان به او بدن. او کار خودش رو انجام میداد و راه را پیدا میکرد و هیچ وقتم شکست نمیخورد. بله. همیشه موفقیت را در یک طریقی که خدا هم به اون نشون میداد پیدا میکرد. بنابراین برادران و خواهران عزیزی که میگید نمیشه خدمت کرد در جاهایی که محدود کردن ما را، خفه کردن، نمیشه هیچ کاری انجام داد، من به شما میگم میشه. آمین. مخصوصا از طریق بشارت انفرادی، شاگردسازی انفرادی، از طریق شبانی انفرادی، خادمسازی انفرادی. هیچ کس نمیتونه جلو ارتباط یک فرد با فرد دیگر رو بگیره. ممکنه جلسات رو تعطیل کنن، ممکنه حتی کلیسای خونگی رو متوقف کنن، ولی ارتباط یک فرد با فرد دیگر رو که نمیتونن از بین ببرن، غیر ممکنه. و الان بهترین و مؤثرترین روش هم همینه. و پولس یاد گرفته بود که دنبال این روش ها رو بگیره و از این جهت هم موفق بود. خدا رو شکر. بینندگان همراه ما باشید، در قسمت دوم برنامه پیش خواهیم رفت در مطالعه این موضوع که پولس چه دید و نگرشی داشت نسبت به جفاهایی که داشت بر خودش وارد می‌شد.
بله بینندگان عزیز، پس دیدگاه پولس، اون چیز که خدا از طریق پولس داره به من و شما یاد میده این هست که خودشو نسپاره به درخواستی که دشمن انجیل داره، چون درخواست دشمن انجیل اینه انجیل ساکت بشه، خدمت متوقف بشه. ولی دیدگاه او چه بود؟ این بود که خدمت ادامه پیدا کنه، شاید به روش دیگه، جای دیگه. و جالبه در اشعیا 26 آیه 7 میگه طریق عادلان استقامت است، ای تو که مستقیم هستی طریق عادلان را هموار خواهی ساخت. خدا عمل خواهد کرد و در دیگه ای، جای دیگه ای، طریق دیگه ای رو برای من و شما نشان خواهد داد، زمانی که دل ما در اینه خدمت به پیش بره، انجیل بشارت داده بشه، کلیسا بنا بشه و هیچ کس نمیتونه اون خدمت رو باطل بکنه. برادر ادوارد، میرسیم به مورد بعدی که در این زمینه دیدگاه پولس چی هست؟ دومین دیدگاه پولس در شرایط جفا این بود که او بدون توجه به مسائل عاطفی که خودش براش پیش می اومد که میخواست مانع بشه، چون بالاخره جفاها رو عواطف انسان اثر میذاره، جریه دار میکنه، درد داره، دلتنگی داره، فشار داره. پولس انسان بود دیگه، انسانی مثل ما. پس بدون توجه به مسائل عاطفی شخصی و بدون توجه به مسائل عاطفی دیگران که پولس را خیلی دوست داشتن و نمیخواستن او و رهبر بزرگ اونها، رسول بزرگ عیسی مسیح، گرفتار مشکلات و سختی ها بشه، اونها را دوست داشت، اهمیت قائل بود، ولی توجه او به هدایت روح القدس بود. آمین. او در تمام سفرهاش گوش به زنگ بود که خداوند به او چی میگه. و جالبه که روح القدس هیچ وقت از هدایتهای خودش پولس رسول را محروم نمیکرد، بر این که میدید که این خادم او کاملا مطیعه و تسلیم و وقف خداونده. از همون شروع خدمت روح القدس سخن گفت، پولس و برنابا را برای من انتخاب کنید. بله. اینها را من برگزیدم. بر کلیسای اولیه، کلیسای انتاکیه دستگذاریشون کردن و برای مأموریت بشارتی اونها را فرستادن. بعد از اون همینطور مرتب میبینیم در سفرهای مختلف پولس مراقب بود که ببینه خداوند اگر او تصمیمی داره که تایید نمیکنه اونو انجام نده. مثلا در باب 16 هم ایشون میخواست بره آسیا. من نمیدونم خداوند با آسیا چرا اون موقع مشکل داشت با ما آسیایی ها، ولی اگه روح القدس ممانعت نگذاشت، وقتشون موقع نبود و برای پولس نبود این مأموریت. بعدا میبینیم بعضی از رسولان مسیح به آسیا هم اومدن، ولی خداوند با پولس در اروپا کار داشت. برابر این نذاشت، روح القدس میگه مانع شد. حالا از چه طریقی نمیدونیم. دوباره خواست بره به بتنیا، باز دوباره میگه روح عیسی اجازت نداد. که شب خواب میبینه که یک نفر از مکادونیه میگه خواهش میکنیم بیایید ما رو کمک کنید. میفهمه که خداوند پس خوانده برای اونجا. او دقیقاً مطیع بود و پا به پای آنچه که خداوند او را هدایت میکرد قدم بر میداشت. یا در قرنتوس در باب 18 اعمال رسولان خداوند بهش میگه نترس، در این شهر باقی بمان، خلق بسیاری من دارم و ضرری هم به تو نخواهد رسید در اینجا و الان من با تو کار دارم. و پولس میدونید که مثل فرفره میچرخید، او یه جایی بند نمیشد. ولی در اون شهر یک سال و نیم ماند. در شهر افسوس 3 سال ماند که خیلی طولانی بود برای شخصی مثل پولس. ولی اونجا کار وسیعی داشت که میخواست انجام بده و کشیشان زیادی رو میخواست تربیت کنه برای خدمت. بنابراین اونجا با هدایت خدا ماند. ولی وقتی که میخواست به اورشلیم بره
نبوت‌های مختلف بود که نرید. بله بله. و حتی یک نفر آقا بوسنام اومد دست و پای او را بست در باب 21 اعمال رسولان، گفت که بله. شما نرید. خداوند میگه کسی که این بره اورشلیم با این دست و پای که صاحب این کمربند را همینجوری بله. خواهند بست و اذیتش خواهند کرد. هرچند پولس در اورشلیم شهید نشد، خدا او را از مرگ رهانید. بله. ولی اونجا میخواستن بکشنش. و خیلی بلاهای بزرگ، اورشلیم اصلا مرکز بود، مدت‌ها منتظر پولس بودن که او بیاد تا سربنیستش کنن. ولی عجیب بود، نبوت شد. حتی نه فقط اونجا، در قیصریه هم نبوت شد براش. ولی پولس میدونست این نبوت یه قسمتش از طرف خداست، یه قسمتش احساس شخصیشونه، احساس محبتش، محبتشونه. بله. اون قسمت که میگن زحمات خواهد بود، درسته. بله درسته، خداوند به خودش هم گفته بود. ولی قسمتی که میگفتن نرو به خاطر اینکه اینا پولس رو دوست دارن، نمیخواستن مزاحمت ها بله براش ایجاد بشه. و او تسلیم عواطف نمیشد. گفت چرا دل منو میشکنی؟ خداوند داره منو میفرسته، من حاضرم حتی جان خودم رو فدا کنم. بعد میبینیم که وقتی خداوند یک چنین تسلیمی را میدید در رو، در باب 23 اعمال رسولان فرشته خداوند بهش گفت که نترس، همینطور که در اورشلیم برای من شهادت دادی، در روم نیز شهادت خواهی داد. پس روح القدس داشت هدایتش میکرد که به روم بره، از طریق اورشلیم به بله، روم بره. بله. برای این میبینید، میخوام بگم این هدایت خدا در زندگی پولس قدم به قدم در همه سفرهاش کاملا محسوسه. وقتی هم به روم میرفتن شکست کشتی شدن و چونشون در خطر بود، معجزه بود که اونجا اینها بتونن رهایی پیدا کنن. ولی همانجا هم باز دوباره در شب 14 که بعد از اینکه همه امیدشون رو از دست داده بودن، فرشته خداوند به پولس گفت که نگران نباش، به خاطر تو، واسه اینکه خدمت تو انجام بدی، جان همه مسافران رو بخشیدم به تو. بله. و به هر حال اونجا هم پیغام میگیره که این سفر که با هدایت اومدی حتما به مقصد خواهی رسید. یعنی پولس میدونست که در نقشه خدا داره حرکت میکنه، این اطمینان را داشت. این خیلی مهمه که یک خادم خدا بدونه که روح خدا هیچ وقت متوقف نمیشه، اون همیشه در حال کاره و هر هدایت کنه به جهت راستیه، به جهت راستیه. ممکنه یه مدتی آدم نشنوه، خداوند ساکت باشه، اونم باید ساکت بمونه و منتظر بمونه تا ببینه خداوند چی میگه. ولی معمولا خداوند که برای همیشه ساکت نمیمونه. یه مدت شاید خدا میخواد رو خود اون کار کنه، اونو آماده کنه، بعد بهش بگه الان چی کار بکن. ولی اگه کسی بخواد خدا رو خدمت کنه، قلبش در گروه خدمت به خدا باشه، حتما راهی پیدا خواهد کرد برای اینکه چه کاری باید بکنه. بله بله. من در این قسمت هیچ شکی ندارم. آمین آمین، خدا رو شکر. شما حتما خیلی تجربه دارید در این مورد. اگر خدا هدایت کننده زندگی ما نباشه، ما میریم دنبال فکر خودمون. بله. ما میریم دنبال آرزوها، ما میبندیم. بله. همه چیز رو وصل میکنیم به تجربه های انسانی، چه تجربه انسانی والدین خودمونه. بله. معلممانمونه. ما بله. تسلیم احساسات خواهیم شد متاسفانه. بله. ولی خدا رو شکر برای وجود روح القدس. اگر این روح القدس بله. نبود، اگر این هدایت های روح القدس نبود، پولس الان کجا بود؟ بله. خدمت انجیل به کجا می انجامید؟ پولس وارد جنگ های منحرف شده می شد. با این مخالفش می جنگید، برای اونی که مخالفش آرزوی لعنت و چیزایی می کرد. اما اگر موفقیت و نور جلال مسیح رو می بینیم در زندگی و خدمت پولس، همه اینها فقط و فقط منوط به اینه که
روح القدس او رو اینچنین بله. هدایت کرد. بله واقعا هم همینطوریه. من اگه برادر آلبرت از بنده بپرسید شما بگید که در طول 54 سال ایمان مسیحی و 49 سال دیگه تقریبا نیم قرن میشه، نیم قرن خدمت به خدا، بزرگترین تجربه زندگی مسیحیتون چیه؟ من میتونم در دو سه جمله اونو برای شما خلاصه کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. که مربوط میشه به این درس. من هر وقت با هدایت روح خدا و هدایت درستی که خادمین خدا داشتن حرکت کردم، تصمیم گرفتم، عمل کردم، نتیجهش این بوده که موفق شدم، خوشحال بودم، ثمر خوبی داشته، دیگران برکت یافتن و سرافرازی و افتخار و عزت و برکت برای زندگی شخصی و خانواده و کلیسا بوده. و برعکسش هم تجربیات تلخم دارم که هر وقت از روح القدس اطاعت نکردم، از خادمین برجسته خداوند که واقعا مطمئن بودم از خدا سخن میگن و کلام او را دارم به من تعلیم میدن، گوش ندادم، خراب کردم، آروریزی کردم، رسوایی برآوردم، خجالت کشیدم، ثمر خوبی نداشتم، نتیجه خوبی نگرفتم. و وقتی به گذشته نگاه میکنم هر دو قسمت رو به یاد میارم. ما اینجا اجاری نداریم که از شکستای خودمونم سخن بگیم. بنابراین تصمیم گرفتم که واقعا دیگه اجازه ندم که این شکستا و این رسوایی ها ادامه پیدا کنه، بلکه بتونم افتخارات داشته باشم، لااقل مابقی عمر رو که خدا میده. البته تماما در گذشتم همین کوشش رو کردم، ولی خب ما هرچی میگذره بیشتر متوجه میشیم که چقدر اطاعت از هدایت خدا مهمه. آمین. این تجربه شخصی من. آمین. خدا شما رو برکت بده. بیرندگان، آیه هست که اجازه میخوام با این آیه این جلسه رو تموم بکنیم، در اعمال رسولان باب 20 آیه 24 پولس میگه اما جان را برای خود بی ارزش می انگارم. این همون قسمتی است که برادر ادوارد در رابطه باهاش صحبت کرد. و ادامه میده، میگه تنها اگر بتوانم دور خود را به پایان برسانم و خدمتی را که از خداوند عیسی یافته ام به کمال انجام دهم، خدمتی که همانا اعلام بشارت و فیض خداست. پولس داره میگه بله، من جانم در رابطه با خدمتی که از خداوند عیسی یافتم، من اون رو بیارزش میدونم. خدمتی رو که یافتم خیلی با ارزشه و آرزوی قلبی من این هست که بتوانم این دور خود را به پایان رسانم، آن خدمتی را که او به من داده، امانتی رو که به من سپرده، به کمال انجام بدم، یعنی اعلام بشارت و فیض خدا رو. آمین. و فکر میکنم این باید دعای ما باشه واقعا. متوجه شدید برادر ادوارد تو صحبتشون در رابطه با پولوسی که روح القدس گفت با آسیا نره چی گفتن؟ گفتن خب معلوم شد که رفتن با آسیا کار پولوس نبود، بعدها کار افراد دیگه بود. من و شما قرار نیست همه جوانه به خدمت انجیل رو پیش ببریم. به هر کدوم از ماها عطیه‌ای خاص برای خدمتی خاص در محلی خاص در زمانی خاص داده شده. آمین. و ما باید اینو درک بکنیم و دل بسپاریم، خوشحال باشیم دیگری جای دیگری هست، خدمت دیگری انجام میده، اما در ملکوت. و به این طریق نه فقط برای هم دعا کنیم، نه فقط تشویق کنیم، بلکه به فکر خودمون باشیم و بگیم خداوندا آرزوی من این هست، مثل پولس ازش یاد بگیرم، این دید رو داشته باشم که متوجه هدایت‌های تو بشم، تو منو هدایت کن. آمین. در غیر صورت من خراب میکنم. عزیزان خیلی ممنون با ما بودید، شما رو به دست‌های امن خداوند میسپاریم.
تا جلسه در هفته آینده خدا با همه شماها باشه. آمین.